شوکه شدن آریانا سعید به خاطر کاری که با او در تلویزیون ملی انجام شد. با من رضا پورکیان چنیدن نکسون پلاس همراه باشید. سلام برای تمام شما هموطنهای عزیز، دوستای فیسبوک پیج ما، افغانهای عزیز در هر کجای دنیا که هستین، دور و دور دنیا، افغانهای عزیز در افغانستان، خدا کنه که جور و سعادتمند باشین همگیتان. انشاءالله که روزتان خوش گذشته باشه سو فار تا به حال، و جور و بخیر باشین برای فامیلا و دوستای نازنینتان. سلام و وقتتان بخیر. به یکی دیگر از ویدیوهای شنیدنی نکسون پلاس خوش آمدید. آریانا سعید، ملکه دلها، بار دیگر هم شگفتی آفرید و این بار لقب بانوی آواز افغانستان را از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در تالار تلویزیون ملی از آن خود کرد. تیم نکسون پلاس هم این موافقت را به خانم آریانا سعید تبریک میگوید. در 40مین سالگرد تلویزیون ملی افغانستان و در 92مین سالگرد رادیوی ملی افغانستان لوح تقدیری به عنوان بانوی آواز افغانستان به خاطر اینکه آواز مردم خود در جهان باشه، این لقب زیبا به این بانوی خوش صدا اهدا گردید. حال جزئیات بیشتر را از زبان آریانا سعید، ملکه دلها، بشنوید. دیگه ما فقط اومدیم که یک چند لحظه وقت زیرا بگیرم، چند صحبت های داشتم که اول تر از همه یک صحبت بسیار مهم ما در باره یک لقب بود که در این روزای آخر ما دست آورده بودم. البته اگر یادتان باشد چند روز قبل ما یک ویدیو گک همچنان تهیه کرده بودیم، انداخته بودیم در پیج که در باره یک برنامه بود که تلویزیون ملی افغانستان یک برنامه بسیار خوب و با شکور برای انداخته بودن که البته بر ما یک لقب در نظر داشتن که از خاطر از ما دعوت به عمل آوردن و ما در اونجا رفتم و یک چند آهنگم اجرا کردم که شما تونستین که آهنگای ما را از طریق تلویزیون ملی به طور زنده تماشا بکنیم. خب اولتر از همه خدا کنه که برنامه را که اگر تماشا کرده بودیم خوشایند براتون بوده باشه. ما از چند روز میخواستم بیایم در این باره موضوعی که بسیار پیش ما ارزش بسیار فراوان داره صحبت بکنم، متاسفانه زیاد مصروف بودم، ولی خوشبختانه که امروز کمی که وقت برام پیدا شد که بالاخره تونستم موفق شم و بیایم در باره از این موضوع صحبت بکنم که پیش ما بسیار ارزش داره. خب اول میخوایم از این بگویم که واقعا تجربه کاری با تلویزیون ملی بر ما بسیار یک تجربه دوست داشتنی و بسیار خوشایند بود. واقعا یک تلویزیونی که اشخاصی که در اونجا کار میکردن، اشخاص محترمی که کار میکنن، کسایی که شاید از 30 سال 40 سال اضافه تر عمر خود در تلویزیون تیر کرده باشن، بسیار بر ما خوشایند و لذت بخش بود. چقدر همراه ما که هنرمند خانم یک هنرمند زن هستم، چقدر با احترام پیش آمدن و چقدر کوشش میکردن که هر دقیقه که همه چیز بر ما صحیح باشه، همه چیز پرفکت باشه و هر چیز مهیا کرده بودن. واقعا یک تجربه بسیار خوب، یک ماحول بسیار گرم، یک استیج بسیار خوب، بسیار زیاد لذت بخش بود بر من. و در پالوی از او لحظه که واقعا من میخوام برای شما شیر بکنم، این لحظه واقعا بر من بسیار بسیار زیاد ارزشمند است، مثل که بیشتر گفتم، و لقب را که اونا بر من لطف و مهربانی کردن و من لایق از این لقب دانستن، من میخوام که آفیشلی این لقب را بر شما معرفی بکنم. لقب بانوی آواز افغانستان است. باشه که میره باز کنم که داخلش هم شما ببینین داخلش هست. و راستی من هیچ نمیفهم که ما به کدام کلام به خاطر از این لقب تشکری بگویم از تلویزیون ملی. باور کنین که ارزش از این لقب پیش ما بالاتر از جای تمام آوردهایی باشه که من در طول 6-7 سال از زندگی کاریم
یا هنریم به دست آوردیم، چون که این لقب از مهمترین نقطه میتونم بگویم که اندستری افغانستان برام آمده، که تلویزیون ملی باشد، تلویزیونی که 40 سال سابقه دار است و تلویزیونی که در اونجا بهترین هنرمندهای ما از او زمان ها کار کردن، روی استیج تلویزیون ملی پرفورم کردن یا اجرا کردن، هنرمندهای درخشان ما مثل زندیات، احمد ظاهر در استیج تلویزیون ملی پرفورم کرده و کسایی که در تلویزیون کار میکنن، آدمای تجربه کار، آدمایی که در رأس هنر موسیقی افغانستان دست بسیار بالا داشتن، خدمتهای بسیار زیاد کردن برای هنرمندا و هنر افغانستان، برای جامعه افغانستان. از این خاطر این لوح تقدیر و یا این لقب به شما یک دنیا مانا میتوه و من یک دنیا تشکر میکنم از تلویزیون ملی، از تمام کارکنای تلویزیون ملی، از کسایی که لطف کردن و مرا. من نفهم که من هنوز مطمئن نیستم، نمیتونم بگم که لیاقت از این لقب رو من دارم، ولی کوشش میکنم، وعده میکنم که کوشش میکنم که من خود لایق از این لقب یک روز نه یک روز حتما بسازم بخیر. و بازم اگر درباره تلویزیون ملی بگویم، واقعا بسیار یک تجربه خوشایند برام بود در پالی از این تقدیرنامه‌ای که برام دادن یا لقبی که برام دادن، و از تای دل تشکر میکنم و تشکر میکنم از شما عزیزان، کسایی که همیشه مرا حمایت کردین، همیشه همراهی کردین، همیشه مرا تقدیر کردین. اگر شما نمی بودین، اگر واقعا شما درباره این مسئله و کارهایی که من میکنم، اگر شما از او یاد نمی کردین، از او تشویقم نمی کردین، او را حمایت نمی کردین، شاید هیچ کس متوجه نمی شد و شاید امروز یک لقب فوق العاده شاید هیچ در نصیب ما هم نمی شد. تشکر از شما، از تمام عزیزایی که همیشه طرف داریم از ما کردین و حمایت ما کردین. و تلویزیون ملی راستی یک تلویزیون است، اسپشلی این تقدیر برای ما از جای می آید که یک چند وقت پیش یه باید یاد بکنم که برای استاد محترم، استاد عزیز ما وحید قاسمی لقب استادی در برش دادن، که ما اگرچه روزی که اونا لقب استادی را گرفتن من در افغانستان نبودم، پیام خود از لندن برشان فرستادم، ولی بازم میخوام یک بار دیگه از طریق از این ویدیو از عمق قلب خود برشان تبریکی بگویم، واقعا که اونا لیاقت بیشتر از ایره، لیاقت استادی را 100% داشتن، به خاطر که اونا کسی هستن که تقریبا 35-40 سال میشه که در خدمت هنر موسیقی افغانستان هستن و خدمت های بی حد فراوان را برای هنر موسیقی افغانستان کردن. شما شاید بهترین اثرهای بودن که استاد وحید قاسمی اونا را تهیه کردن و در خدمت هنرمندا گذاشتن و از سالهای سال است که اثرهایشان هنرمندا میخوانن و اثرهای بسیار چی میگن به یاد ماندنی یا ماندگار است اونا. بازم ما بر استاد محترم وحید قاسمی هم لقب استادیشان تبریک میکنم که چند وقت پیش از طریق تلویزیون ملی و همچنان از طریق وزارت اطلاعات و کلتور به دست آورده بودن. و در غیر از این باید فراموش نکنم که ما یک چند هفته قبل یک لوح تقدیر از انجمن قلم افغانستان گرفته بودم، که البته درباره از این هم نتونسته بودم زیاد صحبت بکنم، ولی یک ویدیو تهیه کرده بودم که ویدیوش شما دیدین. انجمن قلم افغانستان به نمایندگی از انجمن قلم انترنشنال یا دنیا، اونا لطف کردن نمی لغو تقدیر بر من رساندن. واقعا این هم یک افتخار بزرگ دیگه بر من بود که نمیفهم چه قسم تشکری کنم از پیششان، مرا اقدر قدر دادن. و تشکر میکنم از انجمن قلم، خاصتا از دکتر صاحب محترم دکتر سمی جان آمد، کسی که به نمایندگی از انجمن قلم لوح تقدیر برمدادن همروز، تشکر از اونا. و
و همچنان ما چند هفته پیش یک جای دیگه رفته بودم، اگر یادتون باشه من دیدار کرده بودم از تیم اینوکتس، از حاکن ما و از عسکرای دلیر وطن ما، کسایی که در اثر جنگ پاهای خدا یا دستای خدا از دست داده بودن، و در اونجا هم از طرف وزارت دفاع افغانستان بر ما یک تقدیرنامه بگویم یا لوح تقدیر بگویم، یکی اونا بر ما پروواید کردن و بر ما دادن که او هم یعنی از یک مرجعی که در اونجا قهرمانای افغانستان ما سرمنشه میگیره و در اونجا هستن، که از اونجا بر ما یک تقدیرنامه بیایه، بازم راستی یک بزرگترین افتخار بر ما و به زندگیم و اس، از این خاطر بازم جهان سپاس از اونا میکنم. و درباره از این لقب پس اگر برم یکمک بیشتر بگویم، چیزی که بر ما البته گفتم لقب بانوی آواز افغانستان، این چیزی که بر ما گفتن نه تنها صرف بخاطر یک لقب هنری است، بلکه بر ما گفتن که این لقب هم بنای ازی است که مثلا ما تونستیم که آواز زنای افغانستان در سرتاسر دنیا شم، و یا که ما تونستیم که امو زیبایی چهره افغانستان من حیث یک زن بر دنیا نشان بتم. او هم یکی از دلایلی است که امی لقب در نظر گرفته شده بوده برام. واقعا سپاس فراوان میکنم، تشکر بازم جهان سپاس که مرا قابلیت ازی لقب دیدم. دیگه فکر میکنم همه بود صحبت هایی که من باید میکردم، تشکر هایی که باید میکردم از مجای مختلف، از کسایی که لطف و مهربانی کرده بودن. بازم در آخر پیش از اینکه برم یک بار دیگه میخوام تشکر کنم از تمام شما عزیزا. واقعا شما در هر قدم از چند سال است که همراه ما بودین، در مشکلات ما همراه ما بودین، در خوشی ما همراه ما بودین، در پایین و بالایی زندگی هنری در هر قسمتش همراه ما بودین، و من بسیار خوشبخت هستم که شما باره هموطنهای عزیز امرای خود دارم که از من حمایت میکنین همیشه، و برای ما بسیار خوشایند است وقتی که میبینم که مرایگان کسای یکان چیز میگه بدون از هیچ ضرورت نمیشه که من بیایم یک چیز بگویم. It's so cute and بسیار شیرین است که وقتی که من میبینم که حاجت گپ زدن من نیست، شما به تمام مانا و بسیار خوبی به عوض من جواب از او اشخاص هم میتین، و این برای ما بسیار لذت بخش است، و هیچ نمیفهم چه قسم از شما سپاسگزاری بکنم. به شما ارزش یک دنیا را دارم، من راستی ممنون شما هستم همیشه، و انشاءالله میباشم و انشاءالله همیشه در خدمتتون خود بودم، و اون محبت حمایت که بر ما دارین، محبت که میتین، انشاءالله که کوشش میکنم که صد چندش دوباره بر شما بدم. بازم تشکر از شما و تشکر از این لقب. نظر شما در این مورد چیست؟ لطفا نظرتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید و روزانه ما، چنل یوتیوب نکست فان پلاس را سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار.